سلام به همه شما همراهان عزیز. وقتی رسانه های حکومتی در نظام دیکتاتوری تلاش می کنند با سانسور اخبار واقعیت های جامعه را مخفی بکنند، فضای مجازی و رسانه های اجتماعی هستند که صدای مردم رو می رسونند. با خبرهای اعتراضات مردم در فضای مجازی و باستا به اون شروع می کنیم و در ادامه نگاه داریم به موضوعات اجتماعی مطرح در شبکه های اجتماعی. اولین خبر مربوط به تجمع و راهپیمایی کارگران معترض نشکر هفت تپه است که همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدن. کلیپ دیگه ای که از این اعتراضات در فضای مجازی منتشر شده با این جمله که خواسته اصلی این کارگران رسیدگی به حقوق بر حقشون، آزادی کارگران و بازگشت کارگرانی که بیدلیل از کار بر اخراج شدن به سر کار خودشون هست. اما امروز شاهد اعتراض گسترده کشاورزان در اصفهان هم بودیم. کشاورزان کارد به استخوان رسیده اصفهان در اعتراض به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه دست به تجمع و اعتراض زدن. فیلم دیگری هست از تجمع بزرگ کشاورزان اصفهان در اعتراض به برداشت های غیرقانونی از حقابه ها. و فیلم دیگه‌ای در رابطه با صحبت‌های کشاورزان زحمتکش اصفهان که خواهان رعایت قانون درباره حقوقشون هستند و در اعتراض به اینکه حقوقشون پایمال شده و خواهان حقابه‌شون برای ادامه کشاورزی هستند، از مشکلات معیشتیشون میگن و اینکه این وضعیت رو دیگر تحمل نخواهند کرد. زمان اجرای کامل مصوبات شورای عالی و قوانین مرتبط و احقاق حقوق قانونی خود و دریافت مطالبات مالی از دولت و وزارت نیرو به هیچ وجه قبوز آب، چه خانگی و چه درایی، برق، گاز، عوارض چاه‌ها و سایر دیون دولتی خود را پرداخت نخواهیم. اعتراض دیگه مربوط به مرغداران هست که در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن. در واقع سیاست‌های ضد مردمی رژیم به خصوص طی سال اخیر باعث نابودی بسیاری از صنایع و اخشار شده که اعتراض زیادی رو در پی داشته. اعتراض دیگه مربوط به غارت شدگان بورس هست که بعد از سقوط بورس و ضررهای زیادی که دیدن دست به تجمع و اعتراض زدن. اعتراض به دروغ‌های رژیم و شیادی‌ها و وعده‌های توخالی در رابطه با بورس در برابر سازمان بورس در ونک تهران. عکس دیگری از تجمع غارت شدگان بورس جلوی سازمان بورس. اما اعتراض دیگه مربوط به تجمع فارغ‌التحصیلان جویای کار در بهبهان هست که در مصاحبه پالایشگاه بیت بلند دو قبول شدند اما اونها رو استخدام نکردند. یکی از بحران‌هایی که جامعه امروز و به خصوص نسل جوان با اون روبرو هست موضوع بیکاری هست که در کنار نابودی صنایع تولیدات و بسیاری از مشاغل باعث شده که این بحران برای اونها جدیتر و بزرگتر هم بشه.
اعتراض دیگه مربوط به تجمع نمایندگان ملوانان سید فانوس ماهیان هست که از کار بیکار شدند. اما در ادامه نگاهی داریم به بعضی از پست ها در فضای مجازی در رابطه با سالگرد قیام پرشور آبان گذشته و گرامی داشت یاد شهدای راه آزادی. خون شهیدان قیام آبان جوشان است. و پست دیگه ای که نوشته قیام ادامه دارد، خون شهیدان قیام جوشان است. کلیپی به یاد شهدای قیام آبان منتشر شده که نوشتند برخیز که ماه سرخ آبان شده است به یاد شهیدان قیام برای ادامه مسیر تا آزادی وطن. چه ماخوندی در حراس از برگزاری گرامیداشت یاد شهدا یا هر نوع اعتراضی در ماه آبان اقدامات امنیتی خودش رو از قبل شروع کرده. کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که گزارش میکنن در بهبهان رژیم برای اینکه جلوگیری کنه از حضور مردم در مزار شهدای راه آزادی، مسیری که به این مزار منتهی میشه رو تخریب کرده به بهانه رسیدگی به آسفالت‌های اون و کاملا رو غیر قابل عبور کرده. زاده قبرستان شهستان بیبان زلزله چندزار اشتریک با امید خدا آبان ماه 25 آبان 99 تاریخ امروز امروز صندوم هم؟ امروز 18 نوه 18 نوه 99 شهستان بیبان. این هم از ترس مردم اومدن زاده رو با بیل و گریدر به هم زدن. بیا این هم از رابندونی که زدن. بازم خدا رو شوش ترس خوبه. یکی از کارگران شهرداری بهبهان هم در این مورد کامنتی گذاشته و افشاگری کرده که رژیم به چه قصد این کار کرده و نوشته من یکی از کارگران شهرداری بهبهان هستم. نامه دادن که شهرداری در ورودی رو ایسپازرسی بزنه تا تعداد کمی بتونن برن برای مزار کوچیزدگان و شهدای آبان و یک جورایی محدودیت درست کنن و الا این قسمت از آسفالت بهترین آسفالت بهبهان بود که تخریبش کردن به این بهانه. البته این ترفندها و اقدامات سودی نداره و مردم و خانواده های شهدای قیام آبان عهد کردن که یاد این شهدا رو زنده کنن. خیلی از این خانواده ها از قبل فراخوان‌هایی در فضای مجازی منتشر کردند و اعلام کردند که یاد این شهدا رو زنده می‌کنند و برای اونها مراسم خواهند گرفت. یکی از این فراخوان‌ها مربوط به فراخوان گرامیداشت یاد فرزاد انصاری فر هست که یک شنبه 25 آبان ماه بر سر مزارش برگزار میشه. با شلیک گلوله‌ها پروازت قطره قطره به زمین چکید، فریادت در دل کوهساران پیچید، صخره و سنگ خون گریست، ای دریغ که دل دشخیمت نرم نگشت و من به عدالت انسان شک کردم. در ادامه نگاهی داریم به پست‌های در رابطه با گرانی و وضعیت اجتماعی مردم و فقری که وجود داره. همچنان مشکل کمبود روغن نباتی در بسیاری از شهرها وجود داره و مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستن تا بتونن نیازهای خودشون رو تامین بکنن. کلیپی هست از صف شلوغ روغن نباتی در شهرک گلستان. آبان 99 صف روغن نباتی شهرک گلستان، لطفا نظارت کنید. و کلیپ دیگه ای که بخشی از برنامه تلویزیون حکومتی رو نشون میده و یک بار دیگه نشون میده که رژیم چطور تلاش میکنه که عامل همه این مشکلات رو مردم معرفی بکنه و بگه که مردم مقصر اصلی هستن. در این کلیپ معاون دفتر تنظیم بازار رژیم مدعی میشه که تقاضای کذب مردم باعث گرانی شده. تو بحث کالای مختلف بالاخره ارتباط رفتارهای مردم متفاوته. مثلا تو این چند وقت گذشته یه بحثی که توی حالا شاید تو اتفاق افتاده بحث افزایش قیمت پوشک و پدای بهداشتیه.
ببینید علارغم این که ما سالانه حدود 115-130 هزار تون نیاز اون و کامل این در تولید در کشور تولید میشه و حتی ما ظرفیت بیش از تولید این رقم هم داریم، اما چون حدود 70% از مواد اولیه این حالا این کالا وارداتی هستش، پس بخشی از این کالا بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارزه، لذا با توجه به مشکلاتی و تامین ارزشی و بخش ترخیص این کالا مواد اولیه به مشکل مواجه شدیم. حالا با تمهیداتی که صورت گرفته من فکر میکنم این مشکل هم خیلی سریع انجام رفت میشه، اما خب وقتی این اتفاق میفته یه تقاضای کاذبی تو بازار اتفاق میفته ناشی از این که احتمالا مثلا کسری وجود خواهد داشت، کمبودی وجود خواهد داشت، یه تقاضای اضافی تو بازار ایجاد میشه، این باعث میشه که بخشی از بالاخره خانوارها بخشی از نیاز آتیشون رو بخوان الان تهیه کنن، نفسش تا تقاضا منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد. بالاخره یه بازار رقابتی هستش که قطعا عرض و تقاضا با عنوان دو شاخص متداوم. بله، این هم یکی دیگر از وقاحت‌های رژیم که مردم رو مقصر مشکلات معرفی میکنه، در حالی که کیست که ندونه که این گرانی ها و این فقری که به مردم تحمیل شده دقیقا محصول سیاست های ضد مردمی رژیم و محصول فساد سیستماتیک حکومتی و مافیای پشت پرده است. اما در ادامه کلیپ هایی که با شعارهای مختلف در اعتراض به فقر و گرانی در فضای مجازی منتشر شده یک بار دیگه شاهد کلیپی هستیم که اسامی خیابون ها رو با شعار دانشجوی گرسنه برای آینده می جنگه تغییر دادن. نمودهایی از خشمی هست که توسط ارتش گرسنگان زیر پوست جامعه جوانه میزنه. آخرین کلیپ این گزارشمون کلیپی هست از فعالیت‌های شوراهای مردمی و پخت غذا و توزیع بین بی‌خانمان‌ها و کارتون‌خواب‌های مشهد. تو نگاه آخره تو آسمون خونه نشین بود، دل ما شکسته بودن همه ی قصه هایی می‌فرستیم به همه عزیزانی که اینطور مرهم زخم‌های هموطنانمون هستن و همراه با کسی که این کلیپ رو منتشر کرده این شعر رو تقدیم اونها می‌کنیم که نوشته: دست‌های تو در دست من است، امید تو با من است، اطمینان تو با من است، چه چیز ممکن است که بتواند مانع ما شود؟ کوچکترین لبخند تو مرا از همه بدبختی‌ها نجات می‌دهد، کوچکترین مهربانی تو مرا از نیروی همه سرشار می‌کند. ممنون که با این بخش همراه بودین. توجهتون رو به سایر بخش‌ها جلب کنید.